حرف من با همه ی حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتره اما صحبت از شرق میکنه، صحبت از خانه امیران و سرای شیران، که از بلا دور بماند در پناه یزدان، سرزمینی که دل آدماشون غرق صفاست، آب و خاکی که سراسر همه افتخار ماست. ایران 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 ایران، باغ و بستان و چمن، دشت و بیابان، همه گل، شور و مستی به سر از بانگ هزاران بلبل. ایران 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 ایران. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که باز دوشنبه شد که این سعادت داشته باشم در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه رو باز با نام خدا شروع میکنیم و دیاکو عزیزم طبق معمول سکاندار کشتی عشق ماست. باز این برنامه به وسیله اسکایپ داره پخش میشه، زحمت دیاکو رو ما زیادتر کردیم. در صورت باز دیاکو عزیزم ببخشه اینقدر ما براش دردسر ایجاد میکنیم. خب از راه دور خدمت آقای شهرام همایون عزیزم، آقای باقری عزیزم، آقای جورج عزیزم، با خصوص آقای عباس پهلوان عزیزم سلام دارم و امیدوارم خوش و خرم باشن. این مجله وزین فردوسی که کار آقای عباس پهلوان عزیزم هست، بسیار بسیار پر محتوا و خوبه، دستتون درد نکنه. عسل جان شما هم همین. خب در این یکی دو روز به وسیله ایمیل و تلفن محبتتون شامل حال بنده این برنامه شد، قربونتون برم. عرض کردم اینم دستمزد بنده است، همین محبت های شما که به بنده دارین یک دنیا برای من ارزش داره. ممنونم. در هر صورت ما اینجاییم که بتونیم یه خدمت کوچکی انجام بدیم، بگردیم عزیزی رو پیدا بکنیم، بگردیم اگر دستمون میرسه که گره رو باز بکنیم حتما کوتاهی نکنیم. خب بازم که قبل از این که من شروع بکنم، برای بار چندم و چندم و چندم تمنا میکنم عزیزانی که محبت دارن به بنده و این برنامه، اگر میخواییم کمکی به کسی بکنین، عرض کردم بنده فقط مثل شما همین از طریق تلویزیون عزیزایی که زنگ میزنن و احتیاج به کمک دارن میشناسن، تا همین حد، نه بیشتر نه کمتر، همینقدر محبت بفرمایین، قبلا تحقیق بفرمایین و در صورتی که دیدین به اصطلاح درسته و کسی در بند و اسیره، خواهش میکنم حتما کوتاهی نکنین. این کمک ها از 100 تا مکه رفتن و زیارت رفتن به نظر من ثوابش پل خدا بیشتر. خب یک عزیزی از همین در همین امریکاست، از این مسیحی های عزیز ما، یه مقدار کارش گیر کرده توی امیگریشن که باید به اصطلاح یه مقداری پول داره، یه مقدار دیگه هم احتیاج داره که بذاره بده به وکیلی که در امیگریشنه بتونه یه گیریه که 18 ساله این عزیز ما گیرشه بتونه رفع کنه. تمنا میکنم از مسیحی های عزیز، فرق نمیکنه مسلمونات، فرق نمیکنه یهودی ها، هیچ فرق نمیکنه، اگه میتونین به این عزیز ما کمک بکنین، میگه من حتی حاضرم این به اصطلاح نمیدونم به عنوان قرض میخواد بگیره، من گفتم اینو منعکس میکنم اگر کسی میخواد حتما به ما بگه. خانم آنژل مارتروسیان که 40 سال قبل رفته اصلا ایرانه، در کرج میسه، که اگر کسی خانم آنژل مارتروسیان میشناسه خب فامیل به دنبالش میگردن تمام به اصطلاح عزیزان. خب از اینجا ما لازمه یک سلام بلند بالایی به مادر زنمون برسونیم و از خدا بخوایم که حالش بهتر بکنه، حالش انشالله که به اصطلاح بلا دوره. خب عرض حضورتون که چه خبره تو این دنیا؟ میبینین یعنی یک افتضاحی، یک جهنمی در خاورمیانه رو انداختن همین گردن کلفتا، همین آقایونه که به اصطلاح
سرور همه این به اصطلاح دنیا هستن، قول دارن دیگه، قول دارن، زور دارن، پول دارن، همه چیز دارن، میرن دست نشونده هاشون رو میشونن در این کشور مخصوصا خاورمیانه، اونجا میشونن. البته اینجا هم همینطوره، بعضی از این کشورها هم خب دست نشونده همین آقایونه، بعدش هم هر بلایی دلشون میخواد سر اون مملکت در میارن. میدونید چرا؟ فقط به خاطر اینکه بتونن نفت رو ببرن. تمام این بازی ها، تمام این به اصطلاح فیلم هایی که ما در میاریم یک فیلمه، فقط فیلمه. این قردل و مردل و نمیدونم تیمسار و نمیدونم رهبر و فلان از این حرفا، اینا همش حرفه. هر آن که این قلدرا بخوان بلافاصله عوض میکنن، مرها رو عوض میکنن، آقا تو برو، کاری که به صدام کردن، کاری که به چه میدونم به سرنگ قذافی کردن، اونجا دستشاندن همه اینا، به خصوص ایران. حالا من از دیاکو عزیزم خواهش میکنم که من هفته پیش یا دو هفته پیش از خود تلویزیون ایران که وزیر به اصطلاح نفتشون رو آوردن و گفت بله این آقای بابک زنجانی یه چیز بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان دزدیده. 8 تا 10 هزار میلیارد تومان بودجه یه مملکته، یه نفر به وسیله چند تا ایادی. خب اونم آقای وزیر نفتم گفت خب بله اینا چند نفر بودن و پولا رو بردن، پولی هم وجود نداره. حالا باز همون تلویزیون ایران، آقای خامنه‌ای شما رهبر جمهوری اسلامی هستین، یعنی چی؟ یعنی هر چی مسئولیته، هر اتفاقی در ایران میفته چه خوب چه بد، شما مسئولین، شما باید به مردم و به تاریخ جواب بدین. یک نفر نمیتونه با تمام به اصطلاح ثروت مردم بدزده ببره. چطوری شما این همه که فوت بکنین تمام دنیا میره، با امام زمان در ارتباطین، با دنیای ماور طبیعت در ارتباطین، چطور شما از عهده یک نفر یکی که برداشت 3000 میلیارد تومان برداشت از این فرار کرد؟ اون رئیس جمهور قبلیتون که هر کاری دلش بخواست انجام داد، وزیراش هر چقدر پول دلشون بخواست از بانک وام گرفتن که نمیخوام پس بدم. بازم دارم عرض میکنم این برنامه برنامه سیاسی نیست، باز یه چیزی انگ نکنی، یه چیز بند نکنیم به این برنامه. برنامه حقایقی میگه، میگه آقا جلوی دزدا رو بگیریم، حرف بدی که ما نمیزنیم. میگیم آقا جلوی ما، مال مردم، این پول مال مردمه، این نفت مال مردمه، آقای خامنه ای مال شما نیست. چرا شما خودتون صاحب اون مملکت میدونید؟ یا بقیه که میذارن، شما از اون نمیدونم سرگروبانی که میذارین خودش صاحب مملکت میدونه تا به اون آقای رهبر؟ نه، صاحب مملکت مردمن، این مردم بیچاره که در فشاره. خب آقای خامنه ای، آیا این برنامه رو شما در تلویزیون خودتون دیدین یا نه؟ اینو آقای رئیس بانک مرکزی داره میکنه، رئیس بانک مرکزی که الان سر کاره. خواهش میکنم توجه بفرمایید. بابک زنجانی یک انسانی است که به نظر من نمیتونسته اینقدر پیچیده عمل کنه، به تنهایی. من واقعا تعجب میکنم 2,600,000,000 دلار در اختیار ایشون بدون هیچ تجربه ای، بدون هیچ بک‌گراند تخصصی بین المللی، چجوری به همچین آدم اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار گرفته و چجوری راحت گول زده همه رو؟ و لذا متو خوشبختانه الان با قاطعیت خوشبختانه مرجع قضایی داره رسیدگی میکنه و وزارت نفت هم آقای زنگره دو هفته پیش برنامه ما بودن، گفتن که اصلا این چنین پولی رو الان نداری که بخواد بده، یعنی عملا این پول از دست رفته است. همینطوره، چون بارها ادعا شده بود که چند برابر این پول داره، گفته همه رو میدن به هیچ وجه. اگه یادتون باشه اون اوایل هم که من بانک مرکزی رفته بودم، عنوان میشد که ایشون داره منتقل میکنه. بله، بعد ما هم تحت فشار بودیم که چرا نمیرید بگیرید، که تایید کنیم که وصول شده. بعد یه تلکسا و یه فکسای خامی هم می اومد که یه جوره مثلا تایید کنه که همکاران من تحت تاثیر قرار بگن، بگن بله رسید. حتی یه زمانی هم یه جای اعلام کرد که وصول شد، بله مگه بله سرید کردیم، بله ما تکذیب کردیم. لذا متاسفانه به طرق مختلف این سعی کرد که اون زمان مخشوش کنه و امیدوارم متاسفانه پولا رو خوردن و بردن، از دست رفت، پولی در واقع وجود نداره. من تعجب میکنم که یه همچین فردی با سن و سال کم
حالا یه چیزی هم که خب پولا رو خوردن و بردن به همین سادگی. ببینید خود تلویزیون ایران داره میگه، چطور امکان داره اگر دستی پشت اینا نباشه، پشت این بابک زنجانی نباشه، چطور امکان داره یه همچین مسئله پیش بیاد؟ دیروز آقای سعید مرتضوی که این همه به اصطلاح پرونده داره در دادگاه ها، این همه پرونده داره، پرونده جنایی، پرونده زندان کهریزک، تمام اینا رو نسبت میدن به همین آقای سعید مرتضوی. آقا رو با یک خندان رفته در دادگستری و خندان هم از اونجا اومده بیرون. قانون برای اینا نیست، قانون برای اینا نیست، قانون رو گذاشتن برای زورشون میرسه به مردم بیچاره. چطور ممکنه که این همه جنایت بکنه؟ آقای ناظمی که تجاوز کرده بود به بیش از 12 تا بچه بین 8 تا 11 سال، شما یکی دست میزنه به یک زن، میرین سنگسارش میکنین یا میکشینش یا اعدامش میکنین. این آقا به 12 نفر بچه بین 8 تا 11 سال تجاوز کرده، آقای ناظم، چون در مال چیه؟ مال سپاه پاسدارانه یا مال نمیدونم چیز جمهوری اسلامیه. گفتن خیلی خوب، حالا چند تا ضربه شلاق میزنیم، یه 2 سال هم نره سر کار، بفرستینش دستمزدش، بفرستینش کیش این ور اون ور بهش برسن، اینا نباید کوچکترین آسیبی بهشون برسه. آقای خامنه ای به عزیزای مردم تجاوز میکنن، خب یک دقیقه شما خودتون رو بذارین جای این مردم، چه حسی دارین؟ چه حسی میکنین؟ اگر یکی به نوه شما یه نتیجه شما یه همچی کاری بکنه، چی کارش میکنی؟ خب بگیرین جلو این فسادو. خب حالا از ما گفتن، از شما نشنیدن. مد شده، سطل آب یخ میریزن از خواننده ها و هنرمنده و تاجرای امریکایی گرفته، به مام سرایت کرده، مام بلا فاصله میریم یه سطل آب میریزیم به سرمون، کمک بکنیم به فلان. این چیزا زیاد به دل نمیچسبه. تقلید تا یه حدی خوبه، تقلید خوب، نه دیگه زیاد از حد بشه. خب این همه چیز، چرا یکیتون بلند نمیشین یک عمل انسانی برای همین مردم خودتون بدبختن بکنن؟ یکی که به خاطر هیچی داره از بین میره، فقط به دلیل نداشتن پول باید بمیره. خب ما همه چشامونو میبندیم، ولی یک خانم نمیدونم مدانایی، نمیدونم خانم که بری یه سطل آب چیزی بریزه رو سرش، خب ولش کن. خب یک صحبتی عرض کردم، عزیزان عرب زبان ما، عزیزان ترک زبان ما، عزیزان کرد زبان ما، شما نه عربین، نه ترکین، نه کردین، شما ایرانی هستین. زبانتون چه به زبان، چون مجاورت داریم در خوزستان، خب خوزستانیا مجاور چه میدونم همین عراق، خب زبان عربی اومده اونجا، یه زبان عربی اونجا چیز شده، برای ترک هم همین. ولی اگر یه چیزی درباره این اعرابی میگه، خب یه مقداری پول زیادی که خود آقایان مثل زنجانی و فلان از این حرفا میدوزن، بعد بقیه پول شما میرسید به دامن کی؟ فلسطینیا و عراقیا. این عراق همون بود که اومدن مملکت زیر رو کردن، این همه عزیزای ما رو زیر بمب و این چیزا کشتن. خب نمیدونم به سوریه، اینا به ما چه مربوط؟ به ما چه مربوط که کاسه از آش داختر شدیم؟ ببینین یک آقای عالی پناه، یک اگر بیا کنید عزیزم، یک قسمتی که تاریخ تاریخ گفته، آقای علی پناه گفتن دلیل اینکه ما کشته و مرده ی عربیم چی؟ نگاه بکنید خواهش میکنم دیاکو عزیزم، اگر آقای علی پناه که صحبت میکنن قرارشو از دقیقه 2 بذاریم. که اهوازی ها، آبادانی ها، خرمشهری ها، بندری ها، جنوبی ها عرب نیستید، شما ایرانی هستید. یک. دوم، من نمیدونم شما تاریخ رو خوندید یا نخوندید که چه جنایاتی شد با مردم این سرزمین،
با مردم بخارا، با مردم سیستان، با مردم بلخ، هرات، نهاوند، گیلان. برید بخونید، جناب تبریزی فرمودن تاریخ بخونید، نمیگم برید تاریخ طبری رو بخونید، دو قرن سکوت رو بخونید، گیرتون نمیاد کتابای باستانی پاریزی رو بخونید. خالد ابن ولید قسم خورد که اگر من فتح کنم این شهر رو، حمام خون، جوی خون را میندازم و با این خون آسیاب میکنم و از اون آسیاب نان میخورم. 20,000 نفر رو در یک روز سر بریدن تا این جوی خون را بندازن، خون را نمیافتاد، تا میومد دلمه بیبس نمیشد، هی میکشتن، هی میکشتن. آخر با آب قاطی کرد، خونابه را انداخت، آسیابش رو چرخون و لشکر 80,000 نفر عرب 3 روز از آسیابی که با خون ایرانی ها آردش تهیه شده بود نون میخوردن. در بلخ 3 بار عرب حمله کردن، برگشتن، تو هر خونه یه عرب گذاشته بودن که ببینن اینها نظارت کنه بر نماز و روزه و سایر شریعتشون. بعد شما تصور بکنید توی خونه ای که مرد. خب کیا بودن؟ ایرانی بودن که سرشون بریده شد. اینا پدر را مادر را ما بودن دیگه، مگه غیر از این؟ حالا ما ولشون نمی کنیم، دست از سرشون بر نمی داریم، تازه داریم بهشون کادو هم میدیم. عراق اومد تمام آبادان و اهواز و خرمشهر زیر رو کرد، ایران این همه بم انداخت توی ایران، رفتیم برای پاداشش یک ذریح برای امام حسین فرستادیم در ایران، 14,000,000,000 تومان دستمزدشون داد. خب یه قسمت دیگه هم اینا رو محض اطلاع آقای خامنه ای ما میذاریم، امیدوارم به گوش آقای خامنه ای برسه. ببینید چه ظلمایی تو خیابون به مردم میشه، ببینید چطور کتک میزنن مردمه. این چیزها رو آیا به شما میگن؟ یه دختر باید اینطور کتک بخوره توی خیاب؟ این یک کوچیکشه که تونستن فیلم بگیرن. ببینید این یکی گرفت، شما که میگین دست به زن نواز بزنید، این یکی نگاه کنید ما هم یه تیکه بذاریم که ما زنه دختر رو افتاد باشی زد به صورته دارم میگیرم در رو دیگه میگیرم. دیدین آقای خامنه ای؟ دیدین چطور باباتون میزنن تو سر دختره که اونجا قش میکنه؟ خب خدا خوشش نمیاد. در هر صورت این به اصطلاح چیزایی که میفرستن، اینا چیزایی که روی یوتیوب هست، بنده نه اونجا فیلم برداریش کردم نه خبری دارم. یه اعتراض یه زندانی هم که میخواستن ببرنش توی اعدامش بکنن، بقیه زندانی اومدن جمع شدن و شروع کردن که نه دیگه پسی همه میکشن، کشتنش، کار نداریم. برای اختمام این فیلم ها من دلم میخواد یک فیلم از امیر کویت تشریف آوردن، آقای روحانی رئیس جمهور ما از پادشاه امیر کویت دعوت کردن که تشریف بیارن در ایران. خیلی جالبه که آقای امیر کویت قالب نگاه بکنین ببینین در چه حالت غیر عادیه، چی مصرف کرده خدا میدونه، نمیدونم شاید ویسکیش خوب نبوده، نمیدونم شاید نگاه کنین. خیلی خیلی
اینم مسلمانامون که ما ولشون نمی‌کنیم. خیلی خوب. از حضورتون که سرکار خانم هدا قادری از نروژ به دنبال آقای منوچهر شایسته که در ملایرن و آقای منصور اسدی در کاشان، آقای هدیه قادری از نروژ، آقای هدیه قادری به دنبال منوچهر شایسته و منصور اسدی میگردن که فکر میکنن در ایران باشن. جناب آقای منصور از نیویورک به دنبال آقای ایرج سهیلی میگردن. جناب آقای جان میرزاده هم خب محبت کردن، میخواستن کمک بکنن. آقای بارتان کشیشیان به دنبال آقای عباس عباسیان میگردن. یک هم اسم در آلمان پیدا شدن، آقای عباس عباسپور، ولی متاسفانه فقط شباهت اسمی بود. عرض بزرگتون که جناب آقای یروان زادوریان هم به دنبال آقای محمود بهروزی میگردن، یا بفروزی، مذارت میخواد بفروزی میگردن. عرض کردم یک آقای در همون زمان انقلاب به نام آقای گربون، یکی از دوستاش در اینجا یک عکسی از آقای خانواده گربون داره، آقای گربون، خانم گربون، که اینا میخواست بده به برادر آقای گربون یا چه میدونم فامیلای یا خواهراشون. اگر کسی از یهودیای عزیز ما گربون نامی رو میشناسه، این عزیز ما در این لس آنجلس یک یادگاری یا عکسی از آقای گربون اینا داره، خبری نداره از آقای گربون، میخواست ببینه اگر کسی میشناسه آقای گربون از فک و فامیلش که در ایران بودن. از زمان انقلاب به بعد دیگه خبری ازشون نیست. لطف بفرمایید ما رو در جریان بذارید. سرکار خانم پروین هم به دنبال دو تا پسراش رو میگرده که 10 سال ازشون خبری نداره. خانم پروین در لندن تشریف داره. آقای صادقی هم به دنبال جناب سرهنگ سیامک سوپانپناه میگردن. تمنا میکنم اگه کسی خبر داره بفرمایید. آقای آرمین هم از ویرجینیا به دنبال میسم و رضا سالاری میگرده. آقای سیاوش هم از کانادا به دنبال آقای غلام کریمی میگردن. اگه کسی هم از سرکار خانم مرسده حکیمی که در مدرسه مریم پانسیون از انستیتو مریم بودن در خیابان فرانسه، یا خانم نیلوفر که یه دختر خانم هم به نام سلماز دارن، همسرشون هم به اصطلاح جواهر فروش بوده در تبریز، و یه عمه خانم هم داشتن که داستانهای قشنگ میگفتن. ما رو در جریان بذارید. دیاکو عزیزم، خب این برنامه رو دو تا پسرای من دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا به شما تقدیم میکنن با شماره تلفن رایگان 888-222-8286. اگر امری داشته باشین میتونین تماس بگیرین، با کمال میل در خدمتون هستن. خب این تلفن های استودیو، تلفن اگه داریم دیاکو، خب تلفن استودیو 818-477-1717، تلفن پیامگیر بنده 310-890-2233. اگر امری داشتیم با استودیو باید تماس بگیرید. برنامه زنده است. یک کار دیاکو میخواد پخش کنه به نام بیراهه، گوش میکنیم، برمیگردیم در خدمتون هست. چی شد دیاکو جان؟ مثل نیست؟ خب من بذاریم یکی حیات نشسته بهار سبز و رنگی، شب شادی و عشقه، همین امشب و عشقه، میترسم از زمانه که خودش بلای عشقه، شب شادی و عشقه، همین امشب و عشقه، میترسم از زمانه که خودش بلای عشقه. بهار و توی فصلا از عشق تو شناختن، دلی که توی سینه است به اون عشق تو باختن، اگه من میدونستم که
عشق تو تو راهه، میزدم از قدیما به امشب یه بیراهه. اگه من میدونستم که عشق تو تو راهه، میزدم از قدیما به امشب یه بیراهه. انتظار نشستم و امیدم، همه عالم و آدماش بریدم، به این گوشه ی خلوت خزیدم، به جز ساقی و میاری ندیدم. توی آینه دیدم یه خواب زندگانی، همه شادی و غمهاش سراب زندگانی. اگه من دونستم عشق تو تو راهه، میزدم از قدیما به امشب یه بیراهه. بهار و توی فصلا از عشق تو شناختم، دلی که توی سینه است به اون عشق تو باختم. اگه من میدونستم که عشق تو تو راهه، میزدم از قدیما به امشب یه بیراهه. خب اینم که امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دیاکو عزیزم تلفن داریم لطفاً وصل بکن با صحبت بکنیم. میگه زن به شوهرش میگه از دست این مامانت خسته شدم، به هم توهین کرد. شوهر میگه بابا مامانم که 3 ماه رفته مسافرت، چطور به تو توهین کرد؟ زن میگه پستی نامه آورد. الو سلام. منم خوندم تهش نوشته بود اگر سیر شدی از خوندنش بده پسرم هم بخونه. فراق حسن بفرمایید. الو سلام آقای فرخ. سلام خانم، حال شما خوبه؟ ممنونم، متشکرم. ببخشید میخواستم اگه ممکنه اعلام کنید من دنبال شخصی به نام کاظم قبیشابی میگردم، بعد من فامیلم جزائری هستش. اگه لطف کنید اعلام کنید که اگر کسی ازش خبر داره من این شما تلفن میدم که با ما تماس بگیرن. خانم جزائری شما از کجا زنگ میزنید؟ من از آگستا هستم. از کجا؟ آگستا، آمریکا. در آگستا. خانم جزائری؟ بله. از آگستا با ما تماس میگیرن، به دنبال آقای کاظم قمیشی آبی میگردن، درسته؟ قمیشی آبی که اهواز بودن قبلا، خیلی سال پیش، تقریبا از سال 60 از فارسی به این طرف ازشون خبر نداریم. خیلی مایل هستیم که ازشون با خبر باشیم از سلامتیشون. خب اگر کسی از آقای کاظم قمیشاوی اطلاعی داره، خانم جزائری در امریکا به دنبالشون میگردن. شما لطف کنید دیاکو عزیزم شمارتون رو یادداشت بکنم. متشکرم، ممنونم. دیاکو جان لطف کن. الو جانم. فرخ حسن بفرمایید. الو الو تلویزیونتون رو کم کنید. جانم فرخ حسن بفرمایید. شب شما بخیر قربان. قربونت برم جون دلم. خیلی ممنون از اون برنامه خوبتون آقای فرخ. واقعا زنده باشید. تشکر. تلویزیونتون رو کم بکنید. آقای فرخ من دو تا از دوستانم تو ایران هستم، میخواستم لطف کنید اسمشون رو من میگم اگر تونستید برای من منو خبر کنید. جناب علی. آقای من اسحاقم. آقای اسحاق از کجا زنگ میزنی؟ از نیویورک. قربونتون. از نیویورک. خب دوستاتون اسمشون چیه؟ یکیش آقای اکبر خاکی. بله. یکی هم آقای حسین سلطانی. جناب آقای اسحاق محبت کردن از نیویورک با ما تماس میگیرن، به دنبال جناب آقای اکبر خاکی و آقای حسین سلطانی میگردن. اگه کسی از آقای حسین سلطانی یا آقای اکبر خاکی اطلاعی داره، جناب آقای اسحاق محبت کردن از نیویورک با ما تماس گرفتن، دنبال این دوتا عزیز میگردن. تمنا میکنم گوشی خدمتون باشه. دیاکو عزیزم شمارتون رو بگیرید.
متشکرم. مرسی از لطفتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. فاروق حسن بفرمایید. الو دیاکو جان اگر شماره هست لطف بفرمایید. خیلی خوب، اگر عزیزان لطف بکنن و تلویزیونشون رو کم بکنن که ما بتونیم صدای همدیگه رو بشنویم خیلی بهتره. خب میگه تو به من احترام میگذاری، منم به تو احترام میگذارم چون میخوام مثل تو باشم. تو به من توهین میکنی، من به تو توهین نمیکنم چون نمیخوام یکی مثل تو باشم. در اصل نقطه پرگار من هستم، پس به خاطر تو خودم زیر سوال نمیبرم. دهن بدن کسایی که میان و خب چیزای بد میگن، دهن بدنشو نذاری، کاری باشو نمیتونی بکنی. کسی که عقده یا کمبودی داره میخواد این چیزا رو با فحش و ناراحتی بتون بقبولونه، این درست نیست. جواب بدین. فرخ حسن بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام جانم. سلام خوب آقا فرخ. قربونت برم. جون دلم. جعفرم از اهواز قربان. جعفر عزیز از اهواز. جانم جعفر جان. قرار بود آقا فرخ یک کاری برای پیدا کنید. کار سبور. من گفتم قلبم عمل کردم. الان دکترم یک قلبت بزرگ شده. بابا این جعفر من برای خونم برای خودم میخواد قطع کنم. به قرآن پول ندارم، میخواد قطعش کنم. به سیاست به مولد داده فرخ. من یه هفته از بچه هم دارم به گوجه میخورد. خدا که باز از اون اگر خراب آقای فرخ دارم چی کار کنم؟ خیلی از فرخ قطع کنم بی جرما شهر جا من چی کار کنم؟ اگر یک کشی کار فروش یک چیزی کمک کنید من بذارم فروش پس میدم. هر که کمکم کنه بهش پس میدم. این جعفر ما برا خونه کاری بکنی برام نمیدون چه کنه که آقای فردا گیر کردم برق خونم ها قد کنن الان بی کولری بچه ها کوچیک رو بکنن. خب الان یه دفعه صبر کن، یه دفعه صبر. من تعجب میکنم امام خمینی، شما مگه نگفتین آب و برق و این چیزها رو مجانی میکنین؟ چرا نکردین؟ چرا باعث اینا بیشتر دارم وقت زدن اگر ندم قطعش میکنن من اینا چی کار کنم؟ از یاد بچه ها خدا که یه هفته از قنون رو گوشی میکنن یا قرضی میگیرم که میخوره. خب آقا عواز عزیز دفتر ما میخوام بره سر کار. کمک کنی یه تکی بذارم سیگار فروشی پولش پس میدم. هر کس کمک کنه من بهش پس میدم. خب نه سیگار فروشی را از سر کیاون بشیدم بعد از همه درس خوندن. جعفر آقای جعفری عزیز من، نه عوازی همشهری منه دنبال کار میگرده. عزیزان دست بالا بزنین. عوازی های با غیره جعفر بذارید سر کار که دو تا بزنه بچه‌ام خجالت میکشم. آقا فرخ موقع تو سوت بچه‌ام خجالت میکشم. من چی کار کنم؟ دیگه که من خودکشی کنم نمیدونم. ایول دکترم یه قلبت بزرگه از این بس نمیدونم. تو که داری میگی دلت برای بچه‌هات میسوزه، میخوای خودتو بکشی که تو راحت بشی که بچه‌هات بعضیشون که بدتر میشه. نه نه کوچی وقتی هم داغ میگه بابا ام خریدی برام خجالت میکشم تو سوت چون میگم آقا خامنه‌ای چی کار کنم؟ این چیزها رو گوش میکنی خواهش میکنن. شما که قول داده بودین آب و برق و مسکن و اتوبوس و اینا رو مجانی کنی، چی شد؟ چه گلی زدین به سر این مردم بیچاره؟ آقای زنجانی یه دفعه 8-10 هزار میلیارد تومن میدوست. آیا میپرسین کی با تو شریک بوده؟ دست کی تو این کاسه بوده؟ نمیپرسین دیگه. دلیلش هم خدا میدونه. جعفر جان کنه یه زکی فروشی بذارم به خدا فروشی پس میدم هر که کمک کنه. عزیزان به این جعفر کمک بکنید، بذارینش سر کار، بذارینش یه لقمه نون سالم و مردونه ببره خونش. با من تماس بگیر، من تلفن جعفر دارم. جعفر جان من شمارت دارم. من واقعا توی شهرجار 20% به مولد دادن، گفتن اگه ندادی ما قطعش میکنیم. عزیزان جعفر خواهش 20% زخ گرفتن. هر کی میخواد کمک بکنه صبر کن جعفر. هر کی هم میخواد کمک بکنه اول بره تحقیق بکنه، اول بره ببینه مطمئن بشه بعد کنه. باشه عزیزم، باشه جان فرخ، دست درد نکنه. زنده باشی، قربونت برم. شماره من شماره اش رو دارم اگر فرخ هستم. سلام جانم. جونم آقای فرخ میخوام صحبت کنم. قربان جانم من فرخ هستم جون دلم. خوبه آقای فرخ؟ خسته نباشین. زنده باشی جونم. سلام داشتی جانت بر. این آقای که الان از اهواز تماس گرفته بودم با شما، میخواستم ببینم چجوری میشه با شما ارتباط برقرار کنیم، کمکشون کنیم. شما کجا هستی؟ من تهرانم.
تهران کسی اهواز میشناسی جعفر بذار سر کار؟ برای کار نه، اما یه مبلغ جزئی حالا مبلغ جزئی کاری رو انجام نمیده، مبلغ جزئی کار درستی نیست. اون درسته که آدم اینو بذاره سر یه کار که بتونه نون ببره خونش، ولی خب شما هم الان اومده یه چیز کوچیک کمک کردین، این چاره درد نیست. چاره درد ما اون این... که مسلمه، بله اون که مسلمه آقای فرخم، از اون جهت نه متاسفانه کسی ندارم اون که. حالا قربونت، تو که محبت بکن شماره تو برای من بذار، من شماره جعفر میدم، شاید دوستی آشنا پیدا کردی بذاره اینو سر کار که بتونه شرمنده جلو بچه‌هاش نشه. مشکلی نداره، قربونت برم، خیلی محبت کرد عزیزم، خیلی محبت کرد. من تعظیم می‌خواستم آقای فرخ از پسرهای خیلی گلت، آقا کوروش و آقا رضا، خیلی خیلی تشکر کنم از برنامه‌شون که با شما همکاری می‌کنن. قربونت برم، اونا که کار خودشون انجام میدن، بنده این قول معروف در خدمتتون هستم. قربونت برم، خیلی محبت کرد. به قولی با شما همکاری هستم دیگه، کمک می‌کنم به شما هم در این زمینه. شماره تون قربونت بذار محبت بکن. اسم کوچیکتون؟ باشی چرچر. اسم جناب علی؟ رضا. علی رضا. علی رضا جان لطف کن شماره تو برای من بذار، خواهش میکنم. باشی چرچر. میگه آب نیترات دار، نان جوش شیرین دار، برنج آرسنیک دار، میوه های با کود شیمیایی و سموم دوز بالا، لبنیات با وایتکس و روغن پال، گوشت تاریخ مصرف گذشته، مرغ هورمونی آلودگی هوا، پارازیت، پراید و پرواز به سوی ابدیت، خداییش تصادفی ما زنده ایم. خب عرض بزرگتون که من خیلی تمنا میکنم از عزیزانی که محبت میکنن و به اصطلاح لطف دارن، لطف دارن همشون و میخوان به قول معروف یه جوری با وجدانشون هماهنگی بکنن. بعضی مواقع آدم نمیدونه بین دو راهی قرار گرفته، آیا حرف عرض کردم اعتماد در ما کشتن، اعتماد در ما کشته شد، هیچ کس نمیدونه چی درسته چی غلطه. آیا این فرخ که اینجا نشسته داره اینجا رو منبر نشسته داره حرف میزنه آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ آیا ریگی تو کفششی که اومده از این طریق برای خودش دردسر درست میکنه و فقط به خاطر اینکه به مردم کمک بکنه؟ خب یک آدم دیوانه این کارو میکنه. خب بنده دیوانه شما هستم، دلم میخواد یه خدمتی به شما بکنم، یک لبخندی به روی لبان شما بیاره. بنده کوچکترین عادی مادی از این طریق نصیبم نمیشه، عرض کردم غیر از درد سر، غیر از بعضی موقع هم خب کلمات نامحبت آمیز بعضی از اینا که به خوشایند نیست برای بنده مسیج میذارن هست، ولی حالا چرا بنده اصرار دارم که بتونم یه کاری بکنم؟ فقط برای اینکه عرض کردم یک دلی رو شاد بکنم، اون دستمزد بنده است. بنده هم هیچ نوع حرف سیاسی نمیزنم، انعکاس دردای مردمه. خب ما اینو میگیم، فکر میکنیم داریم خدمت میکنیم، حتی به این رژیم، حتی به این رژیم هم داریم خدمت میکنیم، میگیم آقا ایراد کاراتون اینجاست اینجاست اینجاست، بریم برطرف کنیم. ما بدون مزد مواجب داریم برای جمهوری اسلامی کار میکنیم، با این تازه باعث برای ما خیلی هم به اصطلاح ما رو عزت بذارن. ما داریم میگیم آقا ایرادهای اجتماع چیه بریم بگیریم. همین فرخ حسن بفرمایید. الو الو جانم. سلام استر. سلام جان. الو بفرمایی، خواهش میکنم. آقای فراخید ممنون از برنامه هاتون. من دو تا گم شده دارم که مدت هاست، یکی خانم ماهرخ سلماسی در ونکوور هستم که دو تا بچه دارم، راهل و سروش. خیلی چند ساله اینا رو ندیدم، خبر ندارم ازشون، تلفن هم زدم پیداشون نکردم. و یکی هم لیا شاه محمدی که ایشون قبل از انقلاب اصلا دبی رفته بودن زندگی میکردن، ما با هم دوست بودیم، الان فکر میکنم در آمریکا هستن. اگر کسی خبر داشته باشه خیلی ممنون میشم. شما سرکار خانمه؟
پروانه هستم. از کجا زنگ میزنی خانم پروانه؟ از لس آنجلس. از فرمودین دنبال خانم ماهرخ سلماسی؟ بله. و خانم لعیا شاه محمدی؟ بله بله. خب اگر کسی از سرکار خانم ماهرخ سلماسی که فکر میکنن در ونکوور کانادا باشه، یا خانم لعیا شاه محمدی که فکر میکنن در دبی باشه، سرکار خانم پروانه، درسته؟ بله بله. خانم پروانه در لس آنجلس، به دنبالشو میگردم. خانم پروانه خواهش میکنم قطع نکنید که دیاکو عزیزم بتونن شماره تلفن شما رو یادداشت کنه. خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خب عزیزانم، جانم فرخ هستم. سلام، خسته نباشید. زنده باشید جانم. ببخشید میتونم با آقا فرخ صحبت کنم؟ من فرخ هستم جانم. حال شما خوب آقا فرخ؟ خسته نباشید. مرسی. من از ایران مزاحمتون میشم. محبت میکنم جونم. من نمیدونم چجوری صحبت کنم، خیلی احتیاج به کمک شما و هموطنامون دارید. تو شرایط خیلی بدی هستی آقا فرق. مامانم دست و پاش تو گچه، چند وقت پیش موتور سوار بهش حمله کرده، کیفشو دزدیده. سرپرست ما مادرمون الانم دست و پاش تو گچه، خیلی تو شرایط بدی هست. صاحب خونه مسائلمون رو داده میریزه بیرون، مامانم بیکار الان مدتی داره باز میشه، نتونستم من هنوز ثبت نام کنم رو پوش مدرسه بگیرم، دوستام همه رو پوش خریده، نمیدونم امسال میتونم درس بخونم یا نه. اسم شما چیه؟ من نسیم هستم. نسیم جان. خب نسیم چند سالته نسیم؟ 12 سالمه. خب من قبلا هم با تو صحبت کردم فکر میکنم 5-6 ماه پیش، نه؟ نه من اولی بار با شما تماس گرفتم. خب یکی بود که درست همین حالت تو رو داشت، نمیدونم ما پیش تماس گرفت و عزیزم یه مقدار کمک کردن. خب این نسیم 12 سالشه، مادرش هم حالی نداره، بعضی نداره، گرفتار چیزایی که. کجا هستین؟ تهران این نسیم جان؟ نه اطراف کرج هست. اطراف کرج. اگر عزیزایی میتونن دیگه ببینن وضعیت، آره بیا برین وضعیتشو ببینین، برین حتی یه احوالی بپرسین، یه شاخ گل ببرین، یه شیرینی ببرین، ببینین چطوره. والا به خدا تمنا میکنم از این چه میدونم آگاهی و نمیدونم این اطلاعاتی، به خدا اینا رو براشون دردسر درست نکنین، اینا گناهی ندارن. اینا خب اینم یک به اصطلاح کورسوی، یک نور کوچک امیدی در این سر دنیا میبینن روشنه. بنده هیچ نوع به اصطلاح منمنه نمی کنم، هیچ نوع اگه بذارین اینا اگر یکم میخواد در راه خدا بهشون کمک بکنه، عرض کردم یه چیز سیاسی بهشون نبندید، بهشون فحش ندین، بهشون دریوری نگین، نرین تهدیدشون بکنین. خب اگر دارین که بهشون بدین که اینا زنگ نزنن. خب وقتی ندارن که بذارین. خب اگر کسی هم دلش میخواد یک کمکی با امثال نسیم بکنه، اینم یک رشته از این برنامه بنده است. اینم این کمک و این پیدا کردن این عزیزا اصلا پایه اصلی این برنامه است. دیگه هیچ چی دیگه وجود نداره، هیچ چی دیگه بهش بند نکنیم، هیچ چی دیگه اضافی نداره. عرض کردم نه سپاهی دارم، نه ارتشی دارم، هیچی ندارم. اینجا بنده یک وجدانی دارم که با خدا معامله میکنم. من با خدای خودم معامله میکنم، من با بنده های خدا کاری نداره. هر جور دلش میخواد فکر. اگه کسی میتونه به نسیم و مادرش اینا کمک بکنه تمنا میکنم. نسیم جان شمارت بذار بلو دیاکو به من بده، من بتونم اگه کسی میخواست بهت کمک بکنه حتما شمارت رو بدم باشون. صبح حمله کرده کیفشو بگیر، مقاومت کرده که کیفشو نگیر. خب حالا دیگر کیفشو میخواستن ببرن مقاومت کرده، خدا ازتون نگذره. آخه از یکی که نون نداره بخوره
حالا کیفشم نمیدونم، اینا باز، یه هشدارایی است که آقای خامنه ای باید توجه بفرمایه، ببینن که وضع مملکت چطوریه، مردم گرسنه‌ن، میرن از یه گرسنه دیگه کیفشو میدوزن. دارو رفته در یتیم خونه، بابا رفتن از دیوار یتیم خونه بالا، چند تا پتوی این یتیم های بدبخت از یتیم خونه دزدیدن. خب ببینین بس، ببینین مردم در چه فشاری هستن. خب نسیم جان شمارت بده به دیاکون عزیزم که من شمارت داشته باشم. اگه فرخ هستم بفهمه. لازم نیست سیاسی باشی، اما انسان که هستی بی تفاوت نباش. چیزی که بنده دارم، بنده نه سیاسی هم، نه کاری با سیاست دارم، نه سیاست اصلا خوشم میاد، ولی آدمم بابا، آدمم، حس میکنم. یکی که بدبخته، یکی که در زجره، بنده حس میکنم. اگه میگیم باز خواهش میکنم به چیز دیگه بندش نکنیم. وقتی دلم میگیره تنها پیاده روی آرامم میکنه. خانه اش دور نیست، حوالیش سرگردان میشود. آنقدر این سو و آن سو سرک میکشم شاید خبری از او بگیرم. از خودم غافل میشود. دیشب دو بار زمین خوردم، بس که پیاده روهای محلشون بالا و پایین داره. مقصر شهرداری نیست، آنها که نمیدانن دلداده ای از این کوچه عبور میکنه. میدونن؟ نمیدونن. بار دوم که زمین خوردم پیرمردی آرام به شانه‌ام زد و گفت گم شده ای داری؟ گفتم شاید. گفت این وقت شب به کسی بیرون نیست. گفتم من اینجام، شاید او هم باشه. گفت از دنیا چی میخوای؟ گفتم فقط نگاهی. سری تکان داد، نگاهم کرد و رفت. همه یه چیز گم کردیم، همه آواره شدیم، همه دنبال یه چیزی میگردیم. هیچ کس آروم نیست، هیچ کس راضی نیست. عرض کردم همه ما ضربه خورده این وضع بد دنیا شدیم. این وضعی که عرض کردم هر موقعی بخوان هر جایی رو به آتش بکشن میکشن، به هر طریقی که دلشون بخواد. بله دیگه، همه مردم هر روز زندگی میکنن تا یک روز بمیرن، ما هر روز میمیریم تا یه روز زندگی کنیم. همه چیزامون شده به اصطلاح یه دلخوشی، یکی نیاد بزنتمون، نیاد ببرتمون. همش در ترس. تنهایی هم از آنجا شروع شد که میان این همه بود دلم برای کسی میتپید که نبود. خب میگه زیبایی‌های کوچک را دوست بدار، حتی اگر در میان زشتی‌های بزرگ باشند. دیگه مجبور شدیم، دیگه دلمون کاری که از دستمون بر نمیاد، دلمون خوش می‌کنیم به این چیزهای کوچک. یاکو جان اگر چیز داریم، اگر تلفن داریم جواب بدیم، اگر نه یه اون آهنگ اون روزا رو به یاد این چه میدونم اهوازی ها، آبادانی ها، چه میدونم خوزستانی ها، اگر تلفن داریم که، اگر نه چیکار میخوای بکنی؟ این دیاکو رو میخوام اون روزا. دیاکو این روزا که اسم دختری من بهار خانم میخونم، دیاکو میگه میخوام دوست دختر بگم اسمش بهار باشه. گلی جون میخونم، میگه میخوام دوست دختر بگم اسمش گلی جون باشه. حالا دیگه توی اون روزا چیزی نیست، برای همین با اکراه میخواد پخشش کنیم. گوش بکنیم اون روزا رو، امیدوارم که خوشتون بیاد. خیلی وان منت چیه؟ یه دقیقه دیگه میخواد پخشش کنی؟ خب میگه در دیاری که در اون نیست کسی یار کسی، کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی. ما به قول معروف اگه کسی میاد یه روی میزنه چیزش نکنیم، اگه میخوایم کمک بکنیم، اگه میخوایم در راه خدا یه کاری بکنیم، بذاریم با حساب
در راه خدا. لازم نیست که تا یه محبتی به یکی میکنیم مثل تمام عمر یه چوب برداریم و بزنیم تو سرش، بگیم ما فلان روز یه کار برای تو کردیم، حالا تا آخر ابد این به اصطلاح چیز میشه دیگه، میخواد بزنه تو سرها. نه، این کار نکنید. اگه میخوای کمک بکنید در راه خدا و در راه وجدانتون این کار بکنید. بریم اون روزها رو گوش کنیم. یکی بود یکی نبود، یه قصه شکل آواز، میخوام برات بخونم از شهر من از اهواز. یه کوچه بود یه خونه، سقفش پر از ستاره، صفای اون خونه رو هیچکی جا نداره. یه کوچه بود یه خونه، سقفش پر از ستاره، صفای اون خونه رو هیچکی جا نداره. تو اون خونه یه پسر بچه یه باز گوش بود، که رفتن و دیدنش یه دنیا آرزوش بود. از اون روزا خیلی ساله که دیگه گذشته، دل پر از سادگیش هزار دفعه شکسته. میپرسم از آینه چه شد آن آرزوها، چه آمد بر سر ما، چه کرده ایم ما با ما. بچگی انگار رسیدنی بود، جاده ها پیش روی ما صاف و رسیدنی بود. قامت راست من و تو پیچ جاده خم شد، شادی و رنگ باختن یه هو صحنه خم شد. میپرسم از آینه چه شدن آرزوها، چه آمد بر سر ما، چه کرده ایم ما با ما. میپرسم از آینه چه شدن آرزوها، چه آمد بر سر ما، چه کرده ایم ما با ما. میپرسم از آینه چه شدن آرزوها، بله. به جهنم برند مستان را، آن جهنمی که مردمش مستند، 101 مرتبه شرف دارد بر بهشتی که مردمش پستند. بله، بهار یعنی هیچ زمستانی ماندگار نیست. خب، آدم ها از پیری نمی میرند. آنها زمانی می میرند که از همه چیز خسته شده باشند. ما تا امید داریم تا به اصطلاح عشق در وجودمونه، تا هستیم زندگی داریم، بعدش هم که می میریم نمیدونیم چی میشه. این تعجب آوره که این عزیزانی که این همه
به اصطلاح قول بهشت میدن، چرا برای رفتن به اون دنیا عجله نمیکنن؟ هیچ کدوم دیدین یکی از این آخوندا بیاد اینقدر عجله داشته باشه که بره اون دنیا؟ این همه هم پوری و اینا به وعده دادن، ولی بازم دلشون نمیاد دست از این دنیا بکنه. چرا؟ خدا میدونه. میگه در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی، باغبان باش و دلتنگ شقایق نشوی. خب عزیزانم ببینین، من یاکو عزیزم میگه دو دقیقه دیگه بیشتر ما برمیدن، درسته؟ اگه تلفن خب دیگه نمیرسید تلفن جواب میرسید نمیرسید. خب بذارید من یه دعا دارم براتون بخونم، یه دعای فارسی که بفهمیم چه دعایی داریم براتون میکنیم. دعای من عرض کردم فارسیه، یعنی میفهمیم چی داریم به هم دیگه میگیم. اگه چهار تا مثلا عربی بندازم توش و ما نمیفهمیم چی داریم میشنویم، اونم که داره میگم حتما مشخص نیست که 100% بدونی چی داره میگه. خب برای یک بغل گندم، دلی خوشنود از مردم، برای یک بغل مریم که مست میشود هر دم، برای قدرت آرش که دشمن را زند آتش، برای سفره ای ساده حلال و پاک و آماده، برای یک بغل احساس دو بیتی های عطر یاس، برای هرچه خوبی هست صمیمانه داد. اگر دیاکو عزیزم لطف بکنه آخر برنامه بتونیم محبوب خیالی رو پخش بکنیم به خاطر آرش. آرش در ایران، آرش عزیز من در ایران، یک پسر خوب، خداشناس، خدادار و نمیدونم خیلی لوتی، علاقه داره به این آهنگ، این محبوب خیالی. اگر آخر برنامه دیاکو عزیزم بتونه اینو پخش بکنه ازش ممنون میشم. در هر صورت این مای مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسن. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسه. یا کجان تموم شد کار ما؟ بریم دنبال کارمون؟ نمیگه چقدر دیگه وقت داریم؟ یا کن عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را که باد برد ما بود. عمرمونه مثل باد برد، نگاه میکنیم میبینیم یه همه سال چه زود مثل برق گذشت. خب دیگه میگذره. همین چه میدونم دیروز بود که من آدم یاد که پسرم به دنیا آمد، رضا به دنیا آمد، مثل دیروز بود. حالا رضا خودش بچه داره یا خوش همینطور، اونا حالا بچه هاشون تو بغلش میگذره. آدم مثل برق و باد نگاه به آینه میکنیم میبینیم چقدر این سالها زود گذشت. چه نصیبی بردیم غیر از حسرت؟ چرا؟ چون به اندازه کافی به همدیگه عشق ندادیم، همدیگه رو دوست نداشتیم. این میمونه. خیلی خوب عزیزانم، امیدوارم هر کجا که هستین اول سالم باشید، همدیگه رو دوست داشته باشین و خدا رو در قلبتون زنده نگهد. از آقای شهرام همایون عزیز، از آقای باقری عزیز، آقای جورج، آقای عباس پهلوان عزیزم، بخصوص از دیاکو عزیزم ممنونم. یعنی همه زحمت کشید. از دو تا پسرهای خوبم، دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده، ممنونم که این برنامه رو اسپانسر شدن و شما تقدیم کردن. قصه ما به سر رسید اما به آخر نرسید. تا روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر، خداحافظ. بذار باور کنم هستی، بذار برگردم از کابوس، بذار پیدا کنم ما میونه این همه فانوس. بذار باور کنم هستی، تنم گرما تو حس کرده، بذار احساس این خونه به دوران تو از احساس تو خالیشم. بگو تو که هم آغوشه یه محبوب خیالیشم. بگو من تو کجا باید از احساس تو خالیشم. بگو تو که هم آغوشه یه محبوب خیالیشم.